فصل دوم. ای برادران، ایمان شما به عیسی مسیح خداوند جلال با ظاهربینی و تبعیض همراه نباشد. اگر شخصی با انگشتر طلا و لباس فاخر به عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس پاره نیز وارد شود و شما به کسی که لباس فاخر دارد احترام بگذارید و به او بگویید بفرمایید بالا بنشینید و به آن شخص فقیر بگویید در آنجا بایست یا در اینجا روی زمین پیش پای من بنشین، آیا با این عمل در بین خود تبعیض قائل نمی شوید و آیا قضاوت شما از روی فکرهای پلید نیست؟ ای برادران عزیز گوش دهید، مگر خدا فقیران این جهان را بر نگزیده است تا در ایمان دولتمند و وارث آن ملکوتی باشند که او به دوستداران خود وعده داده است؟ اما شما به فقرا بی احترامی می کنید. آیا دولتمندان به شما ظلم نمی کنند و شما را به پای میز محاکمه نمی کشند و آیا آنها به نام نیکویی که خدا بر شما نهاده است بی حرمتی نمی کنند؟ اگر شما قانون شاهانه‌ای را که در کلام خداست و می فرماید همسایه خود را مثل نفس خود محبت کن به جا آورید، کاری نیکو کرده اید. اما اگر بین اشخاص از روی ظاهر آنها تبعیض قائل شوید، مرتکب گناه شده اید و شریعت شما را به عنوان خطاکار محکوم می نماید. چون اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از قوانین آن را بشکند، باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است. زیرا همان کسی که گفته زنا نکن همچنین گفته است قطع نکن. پس اگر تو از زنا مبرا باشی ولی مرتکب قطع شوی، باز هم شریعت را شکسته ای. مانند کسانی سخن گویید و عمل نمایید که خداوند بر اساس این قانون آزادی بخش درباره آنها قضاوت می کند. چون خدا بر کسی که رحم نکرده رحیم نخواهد بود، ولی همیشه رحمت او بر داوری چیره خواهد شد. ای برادران، چه فایده دارد اگر کسی بگوید من ایمان دارم ولی عمل او این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگویید به سلامت بروید، انشاءالله خدا خوراک و لباس برساند، چه چیزی عاید آنها می شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آنها را برآورید. همینطور ایمانی که با عمل همراه نباشد مرده است. ممکن است کسی بگوید تو ایمان داری و من اعمال نیکو، تو به من ثابت کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیله اعمال خیش به تو ثابت می کنم. تو ایمان داری که خدا واحد است؟ بسیار خوب، شیاطین هم ایمان دارن و از ترس می لرزن. ای مرد مهمل، آیا نمیدانی که ایمان بدون اعمال نیک بی ثمر است؟ پدر ما ابراهیم به خاطر اعمال خود در وقتی که فرزند خیش اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد، نیک و عادل محسوب شد. میبینی که چگونه ایمان او محرک اعمال او بود و اعمال او نیز ایمانش را کامل گردانید. و کلام خدا که میفرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برایش نیکی مطلق محسوب شد تحقق یافت و او خلیل الله دوست خدا خوانده شد. پس میبینید که چگونه انسان نه فقط از راه ایمان بلکه به وسیله اعمال خود نیک و عادل شمرده میشود. همینطور راه‌ها به فاحشه نیز با اعمال نیک خود، یعنی پناه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه کردن آنها از راه دیگر، نیک و عادل شمرده شد. ایمان بی عمل مانند بدن بی روح مرده است.